The French, as we know, take their food and all its traditions seriously. فرانسوی‌ها به جدی گرفتن غذا و همه سنت‌های آن معروفند، مثل حساسیت افراد مذهبی به مقدسات. پس با این که در نامفروشی‌های پاریس تقریباً توهین به مقدسات تلقی می‌شود، چه می‌توان کرد؟ کروسانی که کاملاً بدون کره درست شده. نانوا می‌گوید درست مثل همه چیزهایی که اینجا به فروش می‌رسد، کسب و کار وگانش هم در حال رشد است. بخش کوچکی از یک مبارزه بزرگتر برای تغییر فرهنگ غذایی فرانسه و مقابله با تغییرات اقلیمی. بله، ما باید غذاهای فرانسوی رو یک کم تطبیق بدیم. اما در کشوری مثل فرانسه باید کار سختی باشه. خیلی خیلی، ولی فقط زمان میبره. اما تغییر به این راحتی نیست. سوفی لنت، کشاورز و دامدار، بیشتر وقتش را در ماه‌های گذشته در راهپیمایی‌ها گذرانده. دام‌های شیری نازپرورده‌اش را رها کرده تا در تظاهرات علیه واردات محصولات ارزان خارجی و قوانین جدید اتحادیه اروپا برای مقابله با تغییرات اقلیمی شرکت کند. همینطور که می‌بینید، او طرفدار سرسخت کروسان کره است، اما نگران آینده هم هست. من مادر بزرگم، بنابراین برای بچه‌ها و نوه‌هام بهترین رو می‌خوام، اما نمیشه همه چیز رو سر کشاورزا خراب کرد. به نظر او مردم باید از محصولات تولید داخلی استفاده کنند و شرکت‌های چند ملیتی بزرگ را که همه سود را می‌برند تحریم کنند. تغییر و تحول در فرهنگ غذایی فرانسه زمان زیادی میبره، اما افراد زیادی پیشگام شدند. در نانوایی ها، مزارع و رستوران های شیکی مثل این. سرآشپز منون فلری سعی کرده با استخدام تیم کاملا زنانه در آشپزخانه‌اش، یکی از سنت های این صنعت بیشتر مردانه را به چالش بکشد. او همچنین سعی میکند مشتری هایش را به ترک گوشت خوردن ترغیب کند. یعنی مبارزه با یک سنت آشپزی دیگر. آداب و رسوم غذایی فرانسه کمی سختگیرانه و جدی هستند و برای همین برای ایجاد تغییر گاهی به ایده های رادیکال و انقلابی نیاز داریم. اما این پاریسی ها هنوز برای یک انقلاب دیگر آمادگی ندارند. در اینجا گرد هم آمدند تا کروسان های شهر را ارزیابی کنند. هر کدام پر از کره. اون طعم کره‌ای قویه که کروسان رو خوشمزه و رویایی میکنه. اما نوع وگان کروسان حتی به رقابت راه هم پیدا نکرد. اندرو هاردینگ، BBC نیوز، پاریس.